روز یازدهم عصبانیت برادران عزیز من توجه کنید هر کس باید در شنیدن تند باشه در سخن گفتن کند و در خشم آهسته زیرا خشم آدمی پارسای مطلوب خدا رو به بار نمیاره یعقوب باب یک آیات 19 و 20 نامها و روش های دیگر بروز این بیماری خشم، خشونت، تندی، کنج خلقی درشتی. سرهنگ منصور یک ارتش واقعی بود. جدی پر از نظم و انضباط و سخت گیر. مشکل این بود که اون خونه و بادی خودش رو نیز مثل ارتش اداره می کرد و از فرزندانش انتظار داشت که مثل سربازانش رفتار کنند. کوچکترین تخطی از طرف اونها باعث خشم و عصبانیت شدید اون میشد. اگه تلفن بی موقع زنگ میزد و بچه ها جواب می‌دادن با عصبانیت و تنبیه شدید و شماتت اون رو برو می با همسر خود با خشونت و درشتی صحبت می کرد و با اینکه با بزرگتر شدن بچه ها دیگه اون رو کمتر کتک میزد اما هفته چند بار خانم رو تهدید می کرد که اون رو تا حد جنون عصبانی میکنه و دیگه کارت به استخونش رسیده و چیزی نموندی که کاسه صبرش لبریز بشه و اون چرا نباید بکنه انجام بده افراد خارج از خانه نیز از غضب اون در امان نبودند یه بار فردی از آشناهای اون ساعت دوی بعد از ظهر هنگامی که سرهنگ در خواب نیمروزی بود زنگ خونی اون رو چند بار به صدا در آورد سرهنگ بلند شد لباس کارش رو پوشید در باز کرد و با زبان پر از زهر و چکمه ارتشی به جان اون بینوا افتاد تند مزاجی و سخنان آزاردهنده و غیر قابل کنترل او باعث شده بود که مردم با دیدن او یا راه خودشونو کج کنند یا جز سلام خشک و خالی چیزی نگند اما چه بسا روزهایی که جواب سلام رو هم با عصبانیت و تندخویی میداد سلام و این طرز سلام کردنه و و واو, واو وا. این مثال یه نمونه اما بسیار آشنا در اجتماع امروز ماست. کتاب مقدس به ما میگه هم تقیان عصبانیت های غیر قابل کنترل نشانه نادانی و حماقت است. امثال باب 11 آیه 29 و هم مخفی کردن خشم در سینه جامعه باب 7 آیه 9 چرا که در قطب دیگر بروز خشم کسانی هستند که عصبانیتشون رو به ظاهر نشون نمیدن اما با خودخوری قهر و کنارگیری شکنجه عاطفی دادن به دیگران تلخی و رنجش نفرت انتقام و تلافی و یا حتی خالی کردن عصبانیت خود روی شخص سالس زندگی رو به کام خود و دیگران تلخ می کند. ضربه زدن و آسیب رسوندن به خود در زمان خشم به وضوح در مورد موسا در ماجرای آب مریبه مشهوده. اعداد باب 20 آیه 2 و 13 هرچند قوم موسا را به سطوح آورده بودند تاوان و تنبیه خشم رو در نهایت چه کسی پرداخت؟ اون که قذبناک شد نه اون که قذبناک ساخت به آسانی میتونیم از آن بداریم که خشم و عصبانیت کنترل نشده مادر بسیاری از بیماری های دیگر زبانه که برخی از اونها عبارتنده از پرخاشجویی تلخی منفی بافی تمسخر بیادبی تحقیر فرش و ناسزاگویی تهمت غیبت محکوم کردن انتقام گرفتن و غیره کلام خدا به وضوح میگه مرد کج خلق نزا برمیانگیزد و شخص تند خو گناهان بسیاری مرتکب میشه امثال باب 29 آیه 22 سعدی چه به جا میگوید چو لشگر برون تاخت خشم از کمین نه انصاف ماند نه تقوا نه دین ندیدم چنین دیو زیر فلک که از وی گریزد چندین ملک به راستی مسیحی چطور میتونه با خشم و عصبانیت برخورد درستی داشته باشه کتاب مقدس در مورد خشم چی میگه دلایل خشم چیست و عصبانیت چه اثراتی داره و آیای مسیحی میتونه از چرخه کلاف کننده و شاید بسیار مکرر عصبانیت در زندگی خود گریز بزنه؟ دلایل بروز عصبانیت هرچند مشکله که بتونیم عصبانیت رو تعریف کنیم اما همه ما با شدت و ضعف متفاوت دچار این حالت احساسی شدیم. این احساس همچون سایر احساسات مثل استراف، شادمانی، اندوه و غیره که خدا در درون انسان قرار داده و میتونه آهسته و قابل کنترل باشه و یا تند و غیر قابل کنترل. عصبانیت موقعی بروز میکنه که ما احساس میکنیم موضوعی آرامش و موقعیتمون رو تهدید میکنه یا چیزی بر سر راه اهداف ما قرار گرفته. زخم ها و آسیب های عاطفی و حتی جسمی شکست ترد شدگی به انجام نرسیدن توقعات و انتظارات عدم دریافت محبت عدم انتقاد پذیری و عدم انعطاف در برابر عقاید دیگران و حتی خستگی و ضعف جسمانی همه عواملی هستند که باعث خشم میشند علاوه بر این باید دونست که خشم تنها آمدنی نیست بلکه آموختنی هم هست مصاحبت و زندگی با افراد تند خوب بر روحیه و منش ما اثر میذاره. از همین روز که کلام خدا میگه با مرد تند خو دوستی مکن و با آنکه زود به خشم میاد دمساز مشو مبادا راه های او را بیاموزی و جان خیش را به دام افکنی امثال باب 22 آیات 24 و 25 خشم بجا و خشم نابجا خشم یه حس معتبر و خدا دادیه. هرچند خدا بیگناهه. کتاب مقدس به ما میگه که اونم خشمگین میشه. پس میتوان گفت که عصبانیت به خودی خود گناه نیست. اما در انسان به آسانی میتوانه به گناه منجر بشه. در حقیقت خشم میتونه یک حس راهنما و سازنده ضد بیعدالتی، بیرحمی، تبعیض و گناه باشه. و هم میتونه انفجاری مخرب و غیر قابل کنترل تو هم با خشونت خودخوری، بدرفتاری بد رفتاری و تلخی باشه عیسی در رویا روی با اعتراض مردم به شفا در روز شبات و سنگدلی آنان نسبت به مرد دست خشک خشمین میشن مرقس باب سه آیه پنج بار دیگه دیدگاه پر از تبعیض شاگردان نسبت به کودکان او را خشمگین میکنه مرقس باب 10 آیه چهارده و همچنین هنگامی که میبینه معبد پرستش خدا محل خرید و فروش شده چنان خشمگین میشه که کسبه را با تازیانی که از تناب ساخته بود از اونجا بیرون میکنه و میزهاشون رو واژگون میکنه یوحنا باب دو آیات 15 و 16 اما در هیچ کدام از این موارد خشم او خود جوش غیر قابل کنترل و بیمهابا و ناشی از تهدید یا برای نفع شخصی نبود مهمتر از همه هیچ وقت خشم او منجر به ظلم و بیعدالتی انتقام و گناه نشد بلکه نتیجه اون شفا پذیرش افراد مطرود و معطوف کردن توجه و جلال به خدا بود به خاطر این تفاوت بین خشم و سازنده الهی و خشم مخرب بشری است که کلام خدا بارها و بارها در مورد خطرات و مذرات خشم به انسان هشدار میده و اختار میکنه که عصبانیت فرصتی به شیطان میده که در زندگی و روابط ما کارو نفوذ کنه هنگامی که خشمگین میشید گناه نکنید مگذارید روزتان در خشم به سر برسه و ابلیس را مجال ندهید. افسوسیان باب چهار آیات 26 و 27 کوته بینی های انسانی، قضاوت های نسنجیده و عجولانه، سوء زن و سوء تفاهمات و خودبینی ها همه عواملی هستند که آتش مخرب به خیرمن خشم میافکنند و کینه درشتگویی و بد زبانی بدگویی و یا تحریم عاطفی را به ارمغان میارند. از همین روز که کلام خدا میگه خشم خانمان سوز است و غضب سیلاسا امثال باب 27 آیه 4 راه های مقابله با خشم اقرار صادقانه به خشم و درک محرک آن از آن به خشم و بیان آن اقلا به خود یا به یه مشاور قابل اعتماد و تعمل صادقانه در درک دلایل بروز اون شروع مثبتی است برای روی, روی درست با عصبانیت پاسخ دادن به سوالاتی نظیر پرسش های زیر کمک بزرگی به برخورد صحیح با این مشکله که چرا اینقدر این موقعیت منو عصبانی میکنه؟ آیا ممکنه قضاوت من نسبت به این موقعیت یا شخص زود است و غیر عادلانه باشه؟ آیا این موقعیت در من احساس ترس ایجاد میکنه یا شخصیت من یا نفع شخصی منو مورد تهدید یا حقارت قرار میده؟ آیا عصبانیت من در نتیجه توقعات و انتظارات غیر واقعی خودمه؟ آیا ممکنه که بتوان از دیدگاه دیگری به قضیه نگاه کرد؟ آیا کاری از دست من برمیاد که بتونه عصبانیت منو کاهش بده؟ یه محقق روانشناس میگه خشم از آن شده و درست ارزیابی شده قسمت عظیمی از قدرت مخرب خود را از دست میده. اعتراف و بخشش پس از تشخیص درست دلایل بروز خشم، قدم بعدی قدم فروتنی اعتراف و بخششه. به عنوان مسیحیانی که حقیقتا مشتاقند که کارد جراحی خدا زندگی اونها رو از آلایش خشم غیر قابل کنترل کنه، هرگز نباید از این مرحله میونبر بزند. تنها زمانی که به فروتنی و تسلیم کامل به این ضعف و حتی شکست مکرر خود در این زمینه هم در حضور خدا و هم در حضور آنانی که در تیر رس خشم ما قرار داشتن اعتراف کنیم شفای الهی و پشتیبانی و حمایت دیگران رو برای قلبه بر این معزل تجربه خواهیم کرد حتی در مواردی که خشم و عصبانیت ما به نظر خودمون دلیل موجه داشته. این امکان وجود داره که تندخویی و رفتار آری از خیشتنداری ما به قول یعقوب پارسایی مطلوب خدا رو به بار نیاورده باشه و ثمره روح در ما بارور نشده باشه. علاوه بر این حتی در این موارد نیز تنها تصمیم مسررانه و بیقید و شرط به بخشودنه که ما رو از تلخی و انتقام آزاد میکنه. و ما رو در مسیر شفا و آزادی قرار میده. خیشتنداری و صبر برای پیشگیری از تکرار مکرر بد خلقی، خشم و تندی مهمه که خیشتنداری رو که از سمره روح القدس در خود بپرورونیم. قلاتیان باب پنج آیه بیست سه البته رشد روحانی یک روند مداوم است. اما کسایی که تسلیم روح القدس هستند متوجه خواهند شد که رفتارهایی مثل ستیز جویی تندمزاجی تند مزاجی و خشونت در اونها به تدریج در حال کاسته شدنه. چنانکه در آیه روز مشاهده کردیم کتاب مقدس ما رو تشویق میکنه که در خشم آهسته باشیم. تعمل و صبر به جای واکنش فوری و آتشین مکول کردن موضوع به زمان دیگر به منظور فروکش کردن عصبانیت پایین آوردن صدا، کنترل حرکات خشونت آمیز بدن، فرصت دادن به طرف مقابل برای ابراز عقیده خود و حتی در سکوت خودشون رو به آرامی تشویق کردن میتونن به ما کمک کنن تا در خشم آهسته باشیم. کلام خدا میگه با شکیبایی حاکمی را مجاب توان کرد با زبان نرم استخوان را توان شکست. امثال باب 25 آیه 15 و نیز جواب نرم خشم را برمیگرداند اما سخن تند غضب را برمیانگیزه امثال باب 15 آیه یک انضباط فکری امتناع از تفکرات منفی و انتقاد آمیز یکی از عوامل مهمیه که تکرار رفتار و گفتارهای تند و خشمگینانه را کاهش میده. اگه متوجه میشیم که به طور مرتب و به طور عادت در اکثر اوقات بدترین و منفی ترین و وخیم ترین و خصومت آمیز ترین حالت قضیه را میبینیم. به عنوان یه مسیحی باید با خیشتنداری با این طرز فکر مقاومت کنیم تا بتونیم به طور خداگاه در مورد هر آنچه والاست، هر آنچه درسته، هر آنچه پاکه، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی بیاندیشیم و در چیزهای عالی و قابل ستایش تعمل کنیم. فیلیپیان باب چهار آیه هشت درک صحیح از هویت و ارزش خود در مسیح عصبانیت های مزمن معمولا در اثر کینه های دیرینه و مسائل حل نشده گذشته به وجود میان. در مبحث ستیز جوی و نزا به برخی از راه های مواجه شدن با اختلافات اشاره خواهیم کرد اما در آخر، ذکر این نکته لازمه که خصومت و خشونت در بسیاری از مواقع ناشی از حس عمیق حقارت عدم امنیت عاطفی و کمبود اعتماد به نفس و کم ارزش شمردن خود می باشه. شخص با خشونت و خشم با گونه مایل برتر بودن خودش رو اثبات کنه. اعتماد و امنیت فرد مسیحی بر اساس ارزشی که خدا در عیسی به او داده و مقام فرزند خوندگی او در خانواده الهی استواره. خلاصه ای امتیازات در مطلب من کیستم برگرفته از کتاب پیروزی بر تاریکی نوشته نیل اندرسون در آخر کتاب درد شده. هنگامی که از تا اون حس حقارت مفرد و شک و شبه داشتن به ارزش واقعی خود آزاد شیم. عصبانیت و خشم رو آسانتر میتونیم مهار کنیم و از اثرات مخربش آزاد بشیم تفکر در کلام خدا برخی از دلایل و نتایج منفی عصبانیت رو با توجه به آیات زیر برش مرده و در مورد هر پرسش پاسخ بدید آیا تشابهی بین این عوامل و مسائلی که شما رو به خشم میاره در این نمونه ها میبینید؟ آیا برخی از واکنش های شما همانند واکنش های این افراده؟ به نظر شما به جای خشم واکنش درست در هر یک از این موارد چی میتونه باشه یک در زندگی قائن پیدایش باب 4 آیات 4 تا 8 دو در زندگی شاول پادشاه اول سموئل باب 18 آیات 5 تا 9 3. در زندگی یونس یونس باب چهار چهار در زندگی برادر بزرگتر پسر گم شده لوقا باب 15 آیات 11 تا 32 پنج در زندگی شاگردان عیسی متا باب 20 آیات 20 تا 28 در پاسخ به برخی از افراد خش میگین در کتاب مقدس خدا سه نکته را به اونها یادآوری میکنه این نکات رو بررسی کنید و توضیح بدید که چگونه یافتن پاسخ در این موارد به ما در غلبه بر خشم کمک میکنه. پیدایش باب 4 آیه 6. یونس باب 4 آیه 4. لغوا باب 15 آیه 31. در مسیر انضباط فکری صبر یک بعد دیگر از ثمره روح است. غلطیان باب 5 آیه 22. صبر و, و تأمل به جای تقیان و انفجار عصبانیت نشانه حکمت فتانت، خیشتنداری، محبت، شجاعت، عزت نفس و بلوغ روحانی و پارسایی است. برخی از این آیات را حفظ کنید و حتی در زمانی که خشم در حال فوران کردنه اون را در فکرتون تکرار کنید. خود این کار فرصتی کوتاه برای تمرین صبر و خیشتنداریه. به طور مثال جمله زیر رو که ترکیبی از این آیاته به خاطر بسپارید. و هنگام بروز خشم تکرار کنید. خشم من پارسای مطلوب خدا رو به بار نخواهد آورد. حکمت و محبت و شهامت در نشان دادن صبر و فرو نشاندن خشمه. پس روش زندگی من این خواهد بود که همیشه در دادن پاسخ تعمل کنم. تصمیم روز امروز به مواردی که مرا به سادگی عصبانی می کند توجه خواهم کرد. و خود رو در حضور خدا تفتیش کرده توبه خواهم کرد. در مواردی که دلایل عصبانیت من به حق بلوغ روحانی نشان خواهم داد و راه برتر ملایمت صبر و خیشتنداری را برخواهم گزید.